کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند بافته های رنج نوشته علی محمد افغانی بخش چهاردهم. یکی از روزهای آغاز بهار سال 1323 بود برک تازه دمیده درختان کبوده میان کارخانه به حد رشد خود رسیده و رنگ سبز سیر به خود گرفته بودند ما روزکار بودیم و ساعت دو بعد از ظهر بود در وقتهای روزکاری مادرم که همچنان جعفر رو همراه خود به کارخانه می آورده. لازم نمیدید. دید. حتما میان سالن نگهش دارد نه او و نه چندان لازم به این کار بود روز بود و در محبتی داخل کارخانه و باغچه بزرگ آن همه جور آمد و رفت می شد. جفر میرفت و همان جاها برای خود می پلکید و به قول مادرم سگسگی سک سگی تا اینکه آفتاب می نشست و کار روز ما پایان می آفت. دختری بود که در قسمت طراحی کار میکرد و کارش هشت ساعتی بود. کارش این بود که را در شانه می کشید. نخ از نورد چله می آمد توی شانه نورد چله 90 سانتی بود یا 180 سانتی شانهش هم به همان بزرگی بود اسم او نقمه بود صبح ساعت شش می آمد و دو بعد از ظهر می رفت من صبح ها وقت رفتن به کارخانه غالبا او را می دیدم که از سیچون در می آمد چشمایش را مثل اینکه مالیده باشد پف کرده بود با موجه های آشفته 18 یا 19 ساله بود ولی حالت بچه ای را داشت که پشت شیشه دکان عروسکی را دیده و برای آن خیلی خودش را زده و کشته تا اینکه سرانجام موفق شده صاحبش بشود حالت پیروزی بعد از قهر و آشتی روی هم رفته به او نمی که کارگر باشد یا شاید من در عالم خواب و خیال خودم اینطور فکر میکردم که او چیزی بیش از یک کارگر معمولی در خود داشت. صورتش گرد بود و خیلی زود حالت خنده پیدا می کرد. وقت خندیدن چشمانش تنگ می شد و لب بالاییش که به طور محسوس کلوفتر از لب زیرینش بود. دندانهای سفید و مرتب و لثه سالم و پرگوشتش را آشکار می کرد. باید توضیح بدهم که این دختر آن زمان که من و مادرم سومین سال ورودمان را به کارخانه آغاز کرده بودیم که بعد از وقایع سوم شهریور بود یک بار به کارخانه آمد چند وقت مشغول بود و نگاه هم قیبش زد و اینک بار دومش بود که دوباره سر کار آمده بود به هر حال ساعت دو بعد از ظهر گذشته بود و نقمه طبق معمول از در جداگانی طراحی بیرون رفته بود آن روز دیدم از در سالن رینگ داخل شد و یک راست به طرف ماشین من آمد بله ماشین شش که من و مولوی رویش بودیم رفیقم که گفتم آدم باهوشی بود و همیشه چشم پشت سرش کار میکرد با سغلبه به بازویم زد رویم را برگرداندم دیدم اوست و گویا با من کار دارد گفت برادر چلو سالن روی سنگ خوابش برده سرما میخوره بیا بیارش تو با نوعی خونسردی ظاهری که نمیدانم در موقع دلیلش چه بود شانه بالا انداختم و به او گفتم با کش نیست شما ناراحتش نباشین شاید کمی به نظر عجیب بیاید که من تا آن روز نمیدانستم که وقتی کسی خوابیده اگر چیزی رویش نیندازند ممکن است سرما بخورد من میگفتم آدم آدم از چه خوابیده چه بیدار دلیل ندارد وقتی خوابیده سرما بخورد شاید این بی اطلاعی زایده آن بود که زندگی ما همیشه همینطور یلخی میگذشت. آن زمان که من و مادرم و دو تا خواهرهایم برای جمع و سیب به دشت بالا میرفتیم، اگر از ما بچه های یکی من کنار درختی روی زمین خوابش می برد مادرم نمی رسید که چادرش را رویش بیاندازد. آنقدر که اسیر رنج های خودش بود به فکر این چیزها نبود. شبا که جعفر توی سالن خوابش میبرد باز چیزی رویش دمی انداختیم یعنی نبود که بیاندازیم وقتی که من آن جواب را به دختر دادم با حیرت نگاهم کرد چیزی نگفت از سالن بیرون رفت نیم ساعتی گذشت و من هیچ فکر نمی کردم که او هنوز در کارخانه باشد رفتم بیرون دیدم پهلوی برادرم نشسته و قسمتی از شادرش را روی تن او کشیده است با تو که پا به برادرم زدم از خواب بیدارش کردم و گفتم آخه اینجا جاست که اومدی خوابیدی؟ دختر با مهربانی گفت چرا بیدارش کردی؟ اون خسته شده و اینجا روی سنگ خود به خود خوابش گرفته. کارگران قسمت طراحی و بافندگی بیشتر از نیم ساعت بود که همگی به خانه های خود رفته بودند. ولی این دختر به خاطر برادرم هنوز در کارخانه بود. من که زیر تأثیر این اخلاق صفا آمیز و انسانی قرار گرفته بودم از او تشکر کردم او به سالن رفت و از مادرم اجازه گرفت تا جعفر را همراه خود به خانه ببرد یعنی خانه خودشان که در حوالی همان سیچون بود برادری داشت هم سال وی که می توانستند با هم بازی بکنند از آن به بعد در سیچون یک دوست خوب پیدا کردیم در نوبت های روزکاری جعفر تا ساعت دو بعد از ظهر پیش ما بود ساعت دو نقم دستش را می گرفت و همراه خود می برد. که بعد از ساعت شش من یا مادرم می رفتیم و او را می آوردیم. مادری داشت نسبتا جوان که مثل ماهی همیشه دانش باز بود و از هر چیز که می دید یا می شنید تعجب می کرد. غیر از نقم یک پسر هشت ساله به نام رضا و دو دختر دیگر هم داشت. دخترهای دیگر او هم کار می و اتفاقا هر دو در کارخانه های نساجی یکی در وطن، یکی در صنایه. نقمه از همه کوچکتر و خوشگلتر بود. پدر آنها گچکوب بود. در نداشت و جرشمایش درست نمیدید. و ساعتهای شش که ما به خانه آنها می رفتیم او را می دیدیم که از سر کار برگشته و با همان لباسهای آلوده و سفید دو زانو روی دو نشسته خاموش چپق می کشید و چای می خورد و چشم به روشنایی در داشت. سه تا خواهر یک چرخ خیاطی هم در خانه داشتند که لباسهای خود را می دوختند. ولی برای ما پیش نیامده بود که هیچ کدام آنها را ضمن کار کردن با چرخ خیاطی دیده باشیم. ما دوست شده بودیم ولی هنوز آنقدر به هم اونس نگرفته بودیم که بیشتر از سلام و علیک عبوری با هم آمیزشی داشته باشیم. یادم نیست چند بار نوبت ما از روز کار به شب کار گشته بود اما همینقدر میدانم که بهار سپری شده بود مدرسه ها تعطیل شده بود انگور به بازار آمده بود و من و مادرم آن روز برای نهار انگور به کارخانه برده بودیم ساعت دو گذشت و نقم پیدایش نشد که بیاید و خبر بدهد که برادرم را به خانه میبرد ما فکر کردیم شاید او امروز کاری داشته که مأموریت هر روزی خود را از یاد برده است. من توی حیات رفتم. گفته بودم که در کارخانه چند تایی سگ داشتیم که خودشان آماده بودند و کسی کاری به کارشان نداشت. از آن سگ ها که پیر شده بودند این آخری ها فقط دو مانده بود با دو تا طوله پاییزه. طوله ها هم قبل از آن که کاملا بزرگ شوند هر کدام به نحوی گم و گور شده یا برای خود به جای دیگر رفته بودند. جز یکی از آنها که اینک یک ساله بود. سگ قهوه‌ای کمپش مخپله‌ای با دست و پا و گردن کوتاه، پوست صاف و تمیز و چشمای درست و با وفا. چون برادر اغلب توی کارخانه ولو بود، خیلی با او انس گرفته بود. پانچو صدایش میزد و خرد و ریز غذا برایش می بود. من به پشت ساختمان سالن ها که در وسط واقع شده بود پیچیدم و دیدم برادرم با نقمه زیر درخت توت نزدیک کافه ساده اند و پانچو هم پلوی آنهاست. دختر مرا صدا زد وقتی که نزدیک رفتم گفت ببین کوشی چشم اون سگ نگاه کن آدم خیال میکنه یه خال گوشتیه من نگاه کردم درست روی لبه پلک حیوان یک کنه چسبیده بود چند از پاهای ریز او که بین موجه ها آزاد بود به خوبی پیدا بود و گاه حرکت خفیفی میکرد نمیدانم به چه علت خوردم انگار از پشت سر سطل آبی سرد توی یقه پیراهنم ریختند دیدن منظره کنه که به تن گاو و گوسفند یا هر حیوان زبان بسته چسبیده است و خون او را میمکد به خودی خود چیزی نفرت انگیز بود که من فراوان دیده بودم ولی کنه روی پلک چشم را تا به حال ندیده بودم گفتم این کنه است و بدون شک حیوان رو خیلی رنج میده دختر گفت چیکار کنیم آیا میشه از این دورش کرد؟ چرا نمیشه؟ یه دقیقه صبر کن همیالا فکری برش میکنم تون به سالن تعمیرات که خارج از قسمت اصلی کارخانه بود رفتم دو تا آچار پیشگوشتی آوردم در حالی که جعفر حیوان را نگه داشته بود با نوک آچارها به دقت کنه را گرفتم و از روی پلک جدا کردم ولی با کمال تعجب دیدم که سایر جاهای بدن او پر بود از این حشره به دفتر کارخانه رفتم و ضمن آنکه از نازم نیم ساعتی مرخصی میگرفتم. از سوی چراغ دستی شبگرد ها که در گوشه ای نهاده بودند مقداری نفت میان یک قوطی کردم و آوردم در حالی که نقمه هم کمک می کرد با حوصله هرچه تمام تمامتر کنه ها را می گرفتم و می توی نفت توی گوش هایش به خصوص میان لبه برگشته آن که کرک های نرم داشت و روی هم می خوابید لایه پنجه های دست و پایش جفت جفت همه جا جا خوش کرده بودند. خلاصه از بدن او بیست و کنه گرفتیم. همه قرمز و خون خورده و بی حرکت. وقتی توی نفت می افتادند شروع به دست و پا زدن و شنا کردن می کردند. ده دقیقه طول می دست و پایشان جمع می شد. می مردند و هیکلشان کوچک می شد. هشت پا داشتم که حالا به راحتی می شدم را شمرد. سگ آرام بود و به خوبی می فهمید که ما چه کار می کنیم. نگاهی پر از مهر و آتفهش از من به نقمه و از نقمه به من میگشت ولی زبان نداشت که از ما تشکر کند همچنان زبان نداشت از آن رنج دائمی شکایت کند نقمه در تمام مدتی که به کمک همدیگر مشغول حیوان بودیم با یک کوشش طبیعی دقت داشت که تا دا حد ممکن خودش را از من دور نگه دارد دستش به دستم نخورد و نگاه هم با نگاهش نیامیزد ولی این موضوع ابدا مانع نمیشد که با هم حرف نزنیم از او دلیل این را که یک بار چند سال پیش به کارخانه آمد و بعد برای مدتی غیبش زد پرسیدم دیدم رنگ صورتش سرخ شد و کمی آزرده جواب داد پرش این سؤال میکنی لابد دلیلی داشته من شرم زده گفتم مزیدی نداشتم همینطوری سوال کردم خب منم میگم لابد دلیلی داشته آنوس و مادرم یکی دو بار فرصت کرده بود تا میان درگاهی اتاق آنها که نسبتا تمیز و مرتب بود و قالیچه هم کف آن دیده میشد چند دقیقه ای بنشیند و چایی را که تعارفش کرده بودند بنوشد ولی با این وصف گمان نمی کنم بیشتر از من از وضع داخلی زندگی آنها اطلاعی داشت فقراتشون داستان داستان‌های شیرینی ندارند که از زندگی و سرگذشت خود برای دیگران بگویند. در اولین آشنایی ها همیشه نسبت به خود خاموشند. کنجکاوی را هم در سینه سرکوب کرده و از آن نوع تظاهرات و جوشش های سطحی که از خودپسندی مایه میگیرد بدورند و به قول معروف با این روش اخلاقی پسندیده که با آب حمام دوست بگیرند میانه ندارند من وقتی دیدم که از دختر سؤال نابجایی کرده و ندانسته باعث آزردگی خاطرش شده ام فوری موضوع صحبت را عوض کردم و گفتم دوستی دارم که به مدرسه میره با نظری تحسین بار نگاهم کرد و گفت راستی کلاس چندومه ولی بدبختان امسال زمستون یعنی پارسال پول ایزام نداشت بده از مدرسه بیرونش کردن یه سال عقب مونده خیال داره دوباره امسال بره شاید اگر پدرش میرفت مدیر و نازم می دید و مدرسهش رو میدید و میگفت که آدم بیچاره یه و پول رو نمیتونه بده اونو میبخشیدن و بچهش بیرون نمیکردن اما اینطور نشد من فراموش کردم که اصلا برای چه موضوع این دوست را که همون رسول به سر معمور پست بود عنوان کردم وقتی که سگ را رها کردیم مطلب دوباره یادم آمد گفتم هر روز یک کار نیک این درس روزانه پیشاهنگان مدرسه است که اون دوستم به من یاد داده من دو تو امروز یک وظیفه پیشاهنگی انجام دادیم ولی به نظر من خوبی کردن کار هر کسی نیست بعضی ذاتا خوبن و جز خوبی کاری از دستشون ساخته نیست همچنان که بعضی ذاتن بدند و جز بدی کاری از دستشون برده میاد شاید میل نداشت وارد این بحث و گفتگو بشود پرسید مثل کی؟ گفتم خوبش مثل شما گفت از کجا به این زودی فهمیدی من خوبم و بدی در ذاتم نیست بدترین مردم اون کسانی که بدن ولی خودشونو خوب جا میزنن پرسیدم تو این از کجا شنیدی؟ گفت نشنیدم دیدم با این چشمای خودم دیدم این بلایی که با اون روبرو شدم و هر کس در روزگار بدی ببینه خواه نخواه خودشم بد میشه دست کم اینطور بگم مارگزیده میشه که از ریسمان سیاستید میترسه از سایه خودش رم میکنه و زیر هر دونه فکر میکنه دامی نهفته است بدون شک حالا یقین داشتم که او در زندگی برایش اتفاق بدی افتاده بود و گردن ناراحتیش بی دلیل نمی باشد گفتم آدم از سر صبح که از خونه بیرون میاد تا شب که دوباره به خونه بر میگرده روی هم رفته از اشخاص بیشتر بدی میبینه تا خوبی درست مثل سگی که توی کوچه میره ده نفر سنگ حوالش میکنن و یکی پیدا میشه که لغم نونی جلوش بیندازه بیشتر وقتا بدی و خوبی تقلیدیه بین ما بیشتر از این صحبت ادامه نیافت جعفر را برداشت همراه خود برد و من هم سر کار برگشتم نیم ساعت مرخصیم یک ساعت شده بود شب که قضیه روز را برای مادرم تعریف کردم او گفت خب واقعا کار نیکی کردید حیوان ثواب داره از ناراحتی نجاتش دادید آدم باید نیکوکار باشه حتی نسبت به حیوانات ولی یه موضوع رو به تو بگم میون کارخونه زیاد به این دختر نزدیک نشو و با اون حرف نزن حتی اگر خودش بخواد یه وقت ممکنه باعث آبروی اون بشی تو هنوز بچه یا سالی نداری ولی اینجا مردم به سادگی برای آدم حرف در میارن دختر بیچاره هزار آرزو داره شاید نمیدونی که اون یک بار به عقد مردی که زن دیگه ای داشته در اومده ولی قبل از اون که عروسی کنه و به خونه بخت بره ملتفت موضوع شده و عقد رو به هم زده گفتم نه نمیدونستم ولی چنین حدسی رو زده بودم مادرم در حالی که مرا رو همچنان نگاه میکرد گفت ولی اون به هر حال خوشبخته که قبل از عروسی ملتفت موضوع شده و طلاقش رو گرفته من در آن موقع 17 سال داشتم برگوبار مردی به خودم گرفته بودم هنوز سیخ به صورتم نیانداخته بودم ولی هر وقت جلو آینه می از کورک سیاه زرد گونه ای که طرفین صورتم را گرفته بود ناراحت می شدم هنوز نمی دانستم تکلیفم با آن چیست ولی از نظر روحی و فکری خود را بزرگتر از سنم اسمی کردم با کارگران بزرگ سال که زن و بچه داشتند قهوه خانه می رفتم و پول چای میدادم. مثل پهلوانان و مثل پیش زورخانه، زور خانه صاحب ضرب و زنگ نبودم ولی راجع به مشکلات و مسئله هایی که در کارخانه با آنها روبرو بودیم صاحب نظر بودم. به خصوص بیان بچه های سالن رینگ به سابقه و تجربه ام نفوذ کلامی داشتم. یک روز که یادم میآید چهارشنبه بود نقمه وقت مرخص شدن از کار چه را فرستاد و برای کاری پیش خود صدایم زد از در رخت به حیات رفتم گفت در خصوص جمعه تو چی کار میکنی؟ حاجواز مانده بودم که از چه حرف میزند دوباره پرسید مگه مادر چیزی به تو نگفت پریشب که به خونه ما اومده بود با هم صحبت کردیم و قرار گذاشتیم که این جمعه همگی با هم بریم بیبی بی زینب بی زیارت تعجبم بیشتر شد گفتم مادرم پنج ساله که میخواد بره بی بی زینب و هنوز همون رفتنیه که بکنه اون حتی به پاچنار که در همین سیچون خودمونه نرفته به قول معروف چنار در خونه خودشونو ندیده من به او گفتم که در این پنج سال که ما از تیرون به اصفهان آمده بودیم فقط یک بار رفته بودیم و به قوم و خیش سر زده بودیم او با لحن رنجیده ای به من پرخاش کرد با تو اونو نبادی که نرفته بیچاره مادرت اون نظری داره که میخواد ادا کنه و من قول دادم رو ببرم حتی اگه مردی همراه ما نباشه اولین بار بود که کسی آنم یک دختر جوان یک جنس مخالف مرد خطابم میکرد سوز شدم و گفتم اگر تو این تصمیم رو داری چطور ممکن من شما رو تنها بذارم با حالتی زنانه سر و سینه را جلو داد چشمایش به من خندید و گفت نه رزوان میدونستم که میای تو 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 چقدر خوبی هنوز بعد از سی و سه سال آن صدا و آن لحن گفتار در گوشم هست گویی همین دیروز بود گویی حس کردم یه دنیای دیگری برویم باز شده است ما پشت دیوار سالن طراحی که گلهای پیش ساعتیان را پوشانده بودی ایستاده بودیم چند قدمی دور از ما درخت های چنار و تبریزی سر به آسمان کشیده بودند. شاخ و برک های آنها در مقابل نسیم به هم میمالیدند و رودخانه پرخروشی از ناله ها و نقمه ها آن بالا در بستر آسمان براه انداخته بودند. او دوباره گفت ما صبح زود را میفتیم که وقت رسیدن به زینبیه بتونیم جایی برای نشستن دست و پا کنیم. روز جمعه خیلی شلوغ میشه. توی سند زیر درخت و خونک و با صفاست. هم زیارت هم سیاحت. فکر نمی کنی که به ما خوش میگذره با این سوال میخواست مطمئن شود که به راستی من خواهم آمد گفتم چرا حتما خوش خواهد گذشت؟ ولی سوالی دارم. وقتی که میگه به ما خوش خواهد گذشت به طور دقیق چه منظوری داریم؟ حرفی نیست که ساعتهای کار میان کارخونه و گردش کار از شب به روز یا برعکس اگر چه فقط روزا کار میکنیم اونم 8 ساعت و از درد دل شبکاری بیخبری چیزی نیست که خوشایند کسی باشه همچنین وقتی که بعد از دوازده ساعت کار یک روند خسته و مرده از پشت ماشین به خونه میریم و ساعتهای عذابالود دیگری رو به انتظار رنج فردا از سر میگذرونیم بدون که بتونیم واقعا استراحتی بکنیم باز چیزی نیست که دلخواه کسی باشه همیشه همین آش و همین کاسه همین آش و همین کاسه حالا در این میانه فرض کن که یک روز جمعه هم به گردش بریم تازه وقتی برگردیم میبینیم غم ما زیادتر شده نه اینکه که بگم کارگر دل نداره ولی خوشی بدون آسودگی خیال بیمعنیه در این چند سالهی ای که ما از آبادی به اسفان اومده و در این کارخونه مشغول شدیم خیلی اتفاقا پشت سر ما روی داده خواهرم چهار شکم زایده که هر چهارتا رو از دست داده دو تایی اون رو خودمونم بودیم که از دستش رفت و حالا شنیدم سر پنجمی آبستنه اموی خودم اموی مادرم زن مادرم مردن در مقابل کسانی هم بزرگ شده عروسی کرده و صاحب اولاد شدن ولی در این میون ما فقط یک بار وقت کردیم بریم و به اونا سر بزنیم اونم همون سال اول ما به همه اینا مدیونیم ولی بیشتر از همه اونا میبینیم که به خودمون مدیونیم. آدم تا برای گریه کردنم باید دل خوش داشته باشه و این چیزیه که من هنوز نمیبینم در ذات مادرم باشه. هر کسی یه جوری با تونش شریختند. برای آنکه لحن چندان جدی و غمانگیز به گفتار نداده باشم اخمایم را هم گشودم و به روی او خندیدم. در حقیقت دیدن سیمای همیشه گشاده او خود به خود شادمانی را به قلب بیننده رسوخ میداد اصلا مثل اینکه سخندانی مرا نشنیده بود گفت تو هر طور میخوای فکر کن مر خودت دل مردگی با خار ابدن جور در نمیاد و یادت نره که به من چه قولی دادی گفتی روز جمعه میایی دیدم اصلا او در عالم دیگری سیر میکند و فلسفه اش از زندگی کردن با فلسفه من دوتاست دیدم من خودم هم نمیدانم چه میگویم و شاید به درستی درک نکرده بودم که زندگی در این دنیا را به چه منظور و هدفی ادامه می دهم. اگر خوشی و عشق و خنده نبود پس این دنیا چه معنی داشت؟ دنیایی که به قولی یکی از دوستان مثل رؤیایی بود در میان رؤیا فقط در سالهای بعد یعنی خیلی بعد بود که به مفهوم زندگی و فلسفه زندگی بشر پی بردم و خودم را از اساسی ترین اشتباهاتم ملامت کردم. راستی چه کسی بود که این را می گفت؟ یادم نیست. می گفت ما انسان ها همچنان که از مرحله کودکی رشد می کنیم و به پیری می رسیم. مرحله به مرحله بیدار می شویم و با حسرت به گذشته خود می نگریم. ها به پله جوانی و جوش و خروش طوفان مانند آن نهاده ایم ولی به دوران کودکی و بی خبری های خاص آن می اندیشیم. در میان سالی و عقل مندی به بلحوثی ها یا ندانم کاری های جوانی فکر می کنیم و فرصت های بزرگی که از دست داده ایم. در پیری به روزگار عقل مندی دریغ می خوریم و سرانجام مرگ آخرین بیداری ماست که بر همه چیز رقم باطل می کشد. دلمان می خواهد عمر دوباره می داشتیم تا تجربه ای را که در یکی کرده ایم در دیگری به کار بندیم. به هر حال دیدم که در مقابل وضع مشکلی قرار گرفتم. تقصیر نداشتم. اولین بار بود که نفس یک دختر بالغ و رسیده به نفسم میخورد. او که تا این لحظه ضمن صحبت از نگاه من پرهیز میکرد. ناگاهان برگشت و مستقیم در چشمانم نگریست. شادی کودکانی زیر پوست صورتش موج میزد لبایش بیشتر از معمول خیز برداشته بود نوک انگشتانم را آهسته لمس کرد و افزود از همین حالا میرم و خوشی پس فردا رو مزمزه میکنم شدم امشب و فردا از خوشحالی خوابم نبره پس وعده ما روز جمعه ساعت شش به صدای سوت کارخونه توی خیابون جلو کوچه سیچون ساعت شش جلو کوچه سیچون روز بعد پنجشنبه بود و حقوق میدادند. مابلی میزش را گذاشته بود بیرون دفتر میان دفتر نیم دایره ای شکل که از کف حیات به قدر یک پله بالاتر بود. همان مابلی با صورت شلوول و برقنده آخته همان میز جز اینکه رنگش رفته بود همان باسمه و قلم و دوات گرد گرفته که همیشه بود و با آن لیست را امضا می کردیم یا انگشت می زدیم. مزورم این است که اوزان نسبت به سالهای پیش چندان فرقی نکرده بود. حتی حرفها و کلماتی که موقع امضا کردن لیست و گرفتن حقوق بین کارگران و مابلی پیش می آمد و به اصطلاح جنبه یک کنایه و خوشمزگی داشت همان بود که بود. می گفتیم مابلی حالا شبت خوب است یا روز؟ مابلی تازگیها ها زن گرفته بود. یک نفر از پشت سر می گفت روز میدت شب میسونت معلوم است که حال شبش خوب است خودش میگفت گفت امضا کن امضا نداری انگشت بذار ما بلی میخوام برم پلو نوم زدم نمی انگشت دستم جوهری بشه خب با انگشت پات بزن با کف پات بزن جوم بکن امضا کن عجب تا جنسی ها میخواد با کف پام بذارم پای لیست که اگه یه وقت رفتم خونش دوزی بتونه ردم پیدا کنه آخه مابلیت تزگی گیریه خونه ساخته به چه قشنگی حتما توش و پر از فرش و اساس و چیزه قشنگ کرده است ما رو که مهمون نمیکنه تو خونش ببینیم او گفت نه بابا ما چه به خونه و فرش و اساس مال پدر زنم است هنوز هم وقتا کسی از دوزی هایی که در کارخانه به وسیله مدیران و کاروندان دفتریش میشد خبر نداشت و اگر گاهی نسبت به کسی از این اشاره ها به میان میآمد. فقط به خاطر شوخی بود و روی آن تکیه مخصوصی نمیشد. به هر حال نزدیک آخر وقت ظهر پنجشنبه بود. زیرا پنجشنبه ها کارمندان دفتری تا ظهر کار می کردم. من آمده بودم جلو دفتر تا حقوقم را بگیرم و دوباره برگردم میان سالن به سر کارم. مابلی توی لیست اسمم را نشان داد و قلم به دستم داد. پرسیدم چقدر نوشتی؟ گفت هرچی حقت بوده است. مگه کردی زیاد شده است ای فکر کردم شاید بچه کرده است نه بچه نکرده است امضا کار دارم با اونای دیگه بگو زودتر اینجا سواد ندارم ولی اسم و اسم خانوادگی خودم را می و میتوانم زر آن را روی کاغذ بنویسم و به نشانه امضا یک خط رویش بکشم رقم حقوق را میبینم و میگویم بله سی و دو تومن پنج شایی خرست و یک کیل جو یلا جون بکن پنج شایی بده ده شای بسون ای میخواستی بیشتر بگیری بیشتر کار میکردی یکی از کارگران آقا مهدی پدر هدایت خزری که هرچه بچه اش توخ سن و راحت بود خودش مؤمن و انسان بود پشت سر بنه ایستاده بود گفت یه پیش نمازی بود در مسجد که مرید زیادی نداشت و مردم نمی اومدن پشت سرش نماز بکنن یه روز همینطور که اقامه بسته بود و الله و اکبر الله اکبر می گفت از گوشه چشم نگاه کردید غیر از خادم مسجد هیچ کس پشت سرش نیست دهنشو رو از بغلشونه کج کرد و آهسته به اون گفت سه صف ببند سه صف ببند خادم جواب داد آقا من هستم و شما که روی هم میشیم دو صف صف سوم از کجا بیارم من سرم رو برگردنده بودم و به تمثیل آقا مهدی گوش می او ادامه داد حالا قضیه ماز بیش از دو ساعت کار کردن و توی دهانی ماشین دویدن باز مابلی صحبت از بیشتر کار کردن و پیش میکشه. کشه شبانه روز بیشتر از 24 ساعت است تازه این دوازده ساعت هم کار زیادی است کار فرما برای دوازده ساعت کار هم و مزده ساعت رو به ما میده. ما هم در حقیقت نمیباید بیشتر از هشت ساعت کار کنیم این اظهار نظری بود که یکی دیگر از کارگران کرد حالا دور میز به قدر هفت هشت نفر ایستادند کسی دیگر گفت بچه راستی اگه ما بیشتر از هر ساعت کار نکنیم چی میشه؟ ما نباید بیشتر از هر ساعت کار کنیم بعد رو کراس به کارفرما بگیم که این موز هشت ساعت کاری که به ما میده ما باید بهش بگیم داداش، ما نباید این موضوع بگیریم همش تقصیر از خود ماست که مثل بره و بلکه آرومتر و پخمتر از بره شدیم کار کنه یا باید ساعت کار رو کم کنه یا مزد و زیاد مابلی روی میز جلوش مقداری سکه یه پول خورد ده شاهی و پنج شاهی ستون ستون توی یک جا کاغذی چیده بود با اخمی که در این موقع روی صورت صافش بازی می کرد. آنها را پس و پیش می کرد گفت این چیزا به من مربوط نیست منم کارگری هستم مثل شما که کارم با قلم و کاغذه یکی از بچه ها با خشونت گفت نه تو غیر از هستی کار فرما به حساب ما خاطر شما دفتری رو خیلی میخواد ماولی این را نشنیده گرفت امضا کن رزوان مگه نمیخوای پولتو بگیری من نمیتونم تا شب صبر کنم صدایی از پشت سرم گفت نه امضا نکن لزوان این پول سلشل بخوله گوینده این صدا که حالا جلو میز آمده از کشی غیر از دوست هم ولایتی خودم اسمال نیست فکر کردم قصد شوخی است ولی نه اینان اسمالی که من همیشه دیده بودم نیست تعجب کردم همونطور که با خشم و خیرگی زل زده بود توی چشم حسابدار جا کاغذی را از روی میز هل داد که تمام ستونهای پول در هم ریخت و سکه ها قاطی شد چند از آنم روی زمین ریخت مابلی بعد از چند سال اولین بار بود که با چنین وضعی روبرو می شد آهسته برخواست ایستاد خون به صورتش دوید و رنگش مثل بادمجان بنف شده بود با نگاهی که از دشنه برنده تر بود به اسمال که جلو میز او سینهش را برای دعوا جلو داده بود خیره شد ولی به خاطر موقعیت یا ترس از اسکناسهایش ملاحظه کرد یکی از بچه ها گفت آی ماولی تو که میگی مثل ما کارگرسی پس بی خود سنگ کار فرما رو به سینه نزن مدیر کارخونه رو صدا کنه بگو کارگرا این حقوق رو نمیگیرن حرف هنوز در دهان او بود که صدای مدیر کارخانه که به میز نزدیک میشد شنیده شد آقا این چیه این حقوق یه که همیشه میگرفتید امروز چی شده که دبه کردید همونطور که آقای مدیر خبر شده بود جمع زیادی از کارگران هم خبر شده بودند این جلو دفتر به قدر صد نفر جمع شده بودند و دم به دم به این اضافه میشد. یکی از کارگران جواب داد آقا این حقوق کمه گرفتن یا نگرفتن اون به حال ما تاثیر نمیکنه کس دیگری به تن خوشمزگی کرد کم از قربیلش کن تا زیاد شه بذرش جلو آینه هر یکیش دو تا میشه کارگران خندیدند ولی همه با ناشکی با یه تمام چشم و گوش به آقای مدیر دوخته بودند ببینند عکس در مقابل این اعتراض حقه آنها چیست و چه جوابی میخواهد به آنها بدهد آقای نورایی که در اصل مرد سینه پهن و گردنکشی بود در این چند سال اگرچه به علت افزایش سن کمی چاقتر شده بود ولی رفتار پهلوانسایش همچنان بی تغییر مانده بود آثار پیری فقط روی شقیقه هایش اثر گذاشته بود که گود نشسته و استخوان از زیر موهای سفید پشمانندش بیرون زده بود چون موهای جلو سرش به کلی ریخته بود پیشانیش عجیبی پیدا کرده بود که با هیکل ورزشکارانه او نا هماهنگی نداشت در این موقع رنگ از رویش پریده بود دست به پیشانی و شقیقه های استخانیش کشید ظاهرا در مغز خود دنبال جوابی میگشت تا ما را به آن وسیله سر عقل بیاورد یا به هر حال متقاعد سازد یکی از کارگران به سخن درآمد آقای نوری ما یه سوال داریم از است مدیر از اینکه کسی او را به اسم صدا زده از جا خورد با بیمیلی و کمی هم خشونت که لازم یک کار مدیریتش است میگوید بفرمایید دو تا بکنید جوابم میدی یا نه البته میدم تا سوال چه باشه یه سال صدا شما پارسال هر تاق چیت ساخت کارخانه رو چند میفروختید کسی که این سوال را کرده بود شخصی است به نام سیاد محسن سیاد تنها کارگر با سوادی است که در کارخانه داریم در مدرسه تا کلاس شش خوانده و تصدیقش را هم گرفته است روی تخته ای که جلو در رخت کن به دیوار زده اند و مربوط به اعلانها اختارها و تغییر و تبدیل هاست هر وقت نوشته تازه ای زده اند سیاد را صدا میزنیم برای ما میخواند گاهی وقتا به خاطر شوخی و خنده با بند و بست قبلی سحنه ای می سازیم. کارگری را می پای تخته. سیاد به صدای بلند مشغول خواندن یک اعلان است. ناگهان آن شخص متوجه می شود که اسمش برای خدمت سربازی در آمده است و باید ترس زودتر خودش را معرفی کند. دو دستی می زند توی سر خودش. وای که بدبخت شدم. ولی به زودی از خنده های ما متوجه می شود که موضوع کلک بوده و اصلا چنین اعلانی وجود خارجی ندارد سیاد قد متوسط شانهای په و قیافه جذابی داشت خیلی شمرده حرف میزد و برای هر کلمه که میگفت یک مکس طولانی میکرد مهربان بود و دوست نداشت کسی کسی را برنجاند اگر میدید که ما داریم کسی را دست میاندازیم سمن این که دلش نمیامد محیط شوخی را عوض کند به نحوی گوشی را دست طرف میداد و به او میفهماند که زیر کاس نیم کاسه ای هست حال وقتی که سیاد از آقای مدیر پرسید که شما پارسال هر تاق چیت را چند میفروختید او پس از مختصری فکر جواب داد نمیدونم یادم نیست من مسئول فروش نیستم کار فروش از مدیریت کارخونه جداست سیاد دوباره پرسید خب امسال چند میفروشید بازم نمیدونم خب اگه شما نمیدونید ما میدونیم پارسال کارخونه یک تاقه چیت رو پنجاه تومن میفروخت امسال 150 و پنجاه تومن همون چیت که از زیر دست ما بیرون میاد و روی همشون علامت سیاه و سفید اجده هاست آقای نورایی با دستمال عرقی را که به گردن وزیدش نشسته بود پاک کرد تعجب کردیم که چرا از این سؤال قدر ناراحت شد پیوسته روی پاهای خود که مثل دو ستون زیر قامتش استوار بود تکان میخورد گفت نه اینطور این نیست این حسابا نیست ما به این قیمت نمیفروشیم چرا آقا همینه این قیمتی است که و بازار میفروشن اگه خود ما هم که تولید کننده اون هستیم بخوایم یه تاقه بخریم کمتر از این به ما نمیدن گز میکنن و پاره میکنن متری سه تومن و دو هزار و دهشایی مبارک من سرم را این سو و انسو گرداندم و مثل اینکه کشفی کرده گفتم بچه ها مزد من به عبارت سی و دو تومن و ده شوی میشه پول ده متر پارچه پس آقای نورایی اقلا بکنش پول پونزه متر به عبارت روزی یه متر قبوله؟ آقای نورایی گفت خب آقایون اگر اونها ارزون میخرن و گرون میفروشن این دست ما نیست تجارت در همه جای دنیا آزاده سید با سماجت و رگوی تازه ای گفت آقای نورایی شما نمیخواد به ما حقیقت رو بگید اگه به راستی یادتون نیست برید توی دفتر نگاه کنید و بیدو به ما بگید که هر تاقه رو چند میفروشید به هر حال کارخونه هر تاقه رو دست کم صد تومن میفروشه آقای نورایی خواهی نخواهی گفت خب ممکنه آقای سیاد با لحنی تند گفت پس شما در این مدت چرا یک چای به مزد کسی اضافه نکردید این سودا کجا میره؟ در این موقع نیم بیشتر کارگران از سالن ها توی محبت آمده بودند و همچنان داشتن می آمدند. دو تا دو تا چهار تا چهار تا هم همه پیچیده بود که می حقوق نگیریم. آقای نورایی گفت حق شناسی نکنید. همین یه سال کارکنه به شما خیلی چیزا داده. نون برنج ایدی سالانه. نونی که شما روزانه میگیرید از بهترین گندمه. گندم خالص. نه دولتی و داخل دار که تهیه کردنش توی این قهد و قلو قدرت میخواد ولی ما این گندم و مفت نمیخریم قرباری چار ست تومن پول اونو میدیم راست گفتن که نون گندم شکم فولادین میخواد آقا لباس لباس رو فراموش کردید بگید صدا صدای عباس چله سرکارگر بافندگی بود که به گوش رسید او ته جمعیت نزدیک در سالن ایستاده بود باید توضیح داد که کارخانه غیر از ایدی که از قبل مرسوم بود و میداد تازگی ها مزایای دیگری هم برای ما در نظر گرفته بود که سالا نمیداد هر نفر یک دست لباس که وسط های سال میدادند البته پولش را میدادند هر کسی به نسبت حقوقی که در سال می گرفت من هفتاد تومن کسی 150 تومن کسی دویست تومان غیر از جمعه ها هر روز به ما نان میدادند. یعنی کپون نان که می رفتیم از نانوایی خود کارخانه می گرفتیم. بر بچه های نانوایی و صاحبان از خپل همه یزدی بودند. دو تنور داشتند و نانهایی معروف به یزدی که کلفتر از لواش بود میپختند. پختند. جیره ما از این قرار بود. بچه ها پنجاه درم یعنی سی گرم زنها پنجاه و بیست و پنج و مردها صد درم که یک چارک معمولی بود جیره من و مادرم روی هم هفت دانه لواش می که نصف بیشترش را جعفر برادرم می خورد. راه می رفت و نان می خورد. شبای عید برنج هم می دادند. برنج لنجان یا رشتی سیاه که این یکی مرغوب تر بود. باز هر کارگری روی حقوقش بچه ها را یک من به سنگ شاه که دو من معمولی می شد بزرگ ها را یک من و نیم و بل بچه ها مردم دارا این شب جامعه پلو می خورند می رفت تا شب جامعه دیگر ولی مردم کارگر این اید پلو آن اید پلو این اید پلو آن اید پلو بنابراین بی نبود که فقط شبهای عید به ما برنج می دادند. به هر حال آنها غیر از برنج همونطور که گفته شد هر سال قبل از نوروز عیدی هم میدادند آن هم باز روی حقوق بزرگترها هفتاد تومان و بچه ها تا هجده سال چل تومان که من جزء دومی ها بودم و امسال که نو می شد به گوانم هفتاد تومان می گرفتم ظاهرا این طور برمی که آقای نورایی نمی توانست جواب سوالات ما را بدهد هم همه شدید میان کارگران در گرفته بود با هم بحث می کردند که چرا کارخانه نباید حساب سودهای خود را برای آنها روشن کند؟ آیا این خود دلیلی نبود که با پایین نگه داشتن عمدی سطح مزدها به آنها ظلم می شد؟ ناگان صدایی از میان جمعیت بلند شد. آقا ما حقوق نمیگیریم. و همه کارگرها با هم گفتند نمیگیریم. ما این پولو نمی خواهیم. ما بلی تو جمع کن. مدیر کارخانه گفت آقایون تحریک نکنید آشوب راه نندازید این طرز کار درست نیست بیایید حقوقتون رو بگیرید دربان سر خود یا شاید به اشاره کسی از سرکارها در بچه میانی آن را هم که باز بود بست تا گذرندگان توی خیابان متوجه نشوند این طرف چه میگذرد عدی از کارگران که در میان آنها چند زن هم بود صف را شکافتند و جلو آمدند همه فکر میکردین که میخواهند حقوق بگیرند. اما این تصور اشتباه بود. آنها حقوقهایی را که گرفته بودند روی میز گذاشتند. بعضی ها آن را پرتاب کردند و گفتند آقا امزاید من رو خط بکشین. ماولی حالا هر خط قیافه شلوولش از تملقی حکایت میکرد گفت نه من نمیتونم این کارو بکنم شما هو خودتونه گرفتید من لیستم رو خراب نمیکنم آقای مدیر گفت اب نداره ما ولی امزای اونا رو خط بکش همینجا بنشین مثل همیشه تا یک بعد از ظهر که ساعت کار توه هر کس اومد حقوقش رو گرفت که گرفت هر کس نگرفت لابد لازم نداره او نگاهش را پایین نداخت. چند لحظه ای برق کله تاسش مثل آینه توی روی ما منکز شد ظاهرا نمیدانه چه تصمیمی باید بگیرد و در مقابل این عمل ما که تا آن زمان بی سابقه بود چه روشی اختیار کند و قدم های بلند ولی آشفته به درون دفتر که پنجره همه باز بود رفت و پشت میزش که از این سوی پرده توری معلوم بود نشست و سیگار یاتش زد. چند نفر از کارگران بلافاصله دنبال وی درون دفتر رفتند و نه کاملا نزدیک به میز بلکه دورتر در فاصله که لازم ایش و ریاست و مرعوسی بود جلوش ایستادن. ما از توی حیات همانها را میدیدیم هم صداشان را میشنیدیم. یکی از آنها گفت که شما تا این هم نسبت به وضع ما بیعتناه هستید آقای نورایی اگر ما امروز حقوق نگیریم چطور فردا سرکار حاضر بشیم اگه امشب چیزی به سراخ سر که دهانمون باشه نذاریم فردا چطور میتونیم نای کار کردن داشته باشیم صدا صدای زنانه ای بود ولی صاحب آن مرد بود احمدزاده کارگر کاردرینگ که تابستان و زمستان همیشه سرماخوردگی داشت ولی در این موبهالش خوب بود اگر در این موقع حافظه ام خطا نکرده باشد آقای مدیر برخاست و با سیگار دستش به طرف یکی از پنجره ها آمد. نسیم ملایمی میوزید که پرده های توری را موج میداد و ریل های آن را به صدا در می سیگارش را برلب گرفت پرده آن پنجره را که بیشتر از همه سر و راه انداخته بود کاملا کشید و باز کرد. در همان حال که رویش به طرف حیات بود نمی خطاب به جمعیت توی حیات نیمی خطاب به کسی که حرف زده بود گفت این رو از خودتون میپرسید چرا از من میپرسید شاید از کار کردم خسته شدید و میخواد چند سبایی تو خونه بخوابید و خستگی در کنید خب تا و گرما و کار کردن توی گرما کمی زور بد می میداره والا منم مثل شما خسته شدم اون تا کسی رو ندارم پیش اون سر آهوناله رو باز کنم از جمعیت توی اتاق چند نفر با هم گفتند آقا این نیست شما به ما توهین میکنید ما نمیخوام توی خونه بخوابیم ما هم از کارگران سابق دار این کارخونه هستیم از گرما و سرما نمیترسیم نون نداریم بچه های ما گرستن شما به وضع ما توجه کنید آقای مدیر بی به این گفته ها چنان که پنداشتی مطلب تازه و مهمی به یادش آمده است که باید برای ما بگوید ناگهان از در دفتر بیرون شتافت سالن میانی یا به اصطلاح حال را که رابطه بین اتاقهای دفتر بود طی کرد و به ایوان آمد و همه ما که اینک قسمت بزرگی از حیات را پر کرده بودیم و انتظار واقع ای را می کشیدیم خطاب کرد آقایم بفرمید تو سالن باعث ناراحتی نشید شما ماشین ها را رها کردید امروز مگه شما از کدوم دنده بلند شدید؟ یک نفر گفت ما امروز از دنده چپ بلند شدیم ما حقوق نمیگیریم و گرسته مییم سر کار تا تکلیفمون روشن بشه به پای این دستگاه بیفتیم و ضعف کنیم در حقیقت حالا بهتر از این نیستیم او حبیب بود که حرف میزد نه حبیب آرباره ای حبیب کوتوله صدایش از یک گوشه به گوش میرسید ولی خودش دیده نمیشد حبیب کوتوله هر چه میخواستی کلش بزرگ بود ولی قدش کوتاه آنقدر کوتاه بود که وقتی بچه های سالن بستبندی به شوخی بغلش میکردند و میگذاشتندش توی تاخشه دقیقه ها در همان وضع میماند و نمیتوانست پایین بیاید به خصوص پاهایش خیلی کوتاه بود با او شوخی میکردیم و میگفتیم حبی پای آدم چقدر باید بلند باشه میگفت فقط که بتونه تن آدم رو به زمین برسونه میگفتیم قد آدم چقدر بلند باشه میگفت انقدر که بتونه ابرو دیوار توی خونه همسایه رو دید بزنه حبیب برخلاف اینقدر پشکلی حتی میخواستی صدای زمخت و بلندی داشت بچه ها تعجب میکردن که این صدا از کجای او در یک نفر گفت حبیب کتوله بر رو بلندی حبیب سر تا بذار زیر پات حبیب گنده برو بغلش کن تو حرف بزنه ابی گنده هم بلندترین کارگر کارخانه بود که در بافندگی زیر دست تقی کار میکرد صدایی گفت بچه بدیم توی سالن ما حقوق نمیگیریم ما ماشینا رو نمیخوابونیم صدای دیگری جواب داد هی بنا به حقوق نگیریم بر چی کار کنیم نوکر بیجیره و مواجب تاج سر آقاست راست یه کار نمیکنیم یه هفته به کارفرما مولد میدیم اگه به خواستایی ما جواب نصرت نداد اعلام اعتصاب میکنیم ماولی پوزخندی زد که ماندگی و حماقت به یک نسبت از آن حویدا بود. به مدیر نگاه کرد و گفت منظورش اینه که جواب مثبته کاش لاقل کمی سواد داشتن که میتونستن حرف بزنن من که جلو میزی ایستاده بودم خواستم با یک جواب تند و لغز جانان او را از این گفته نسنجیده که دلالت بر نفهمی گویندهش میکرد سر جایش بنشانم ولی هرچه به مغز خود فشار آوردم در آن لحظه چیزی به نظرم نرسید که بگویم به علاوه بگو که میان دوستان ما در وسط جمعیت شروع شده بود را از هر فکری منصرف کرد بین تقی و چند نفر کارگرانی که دور برش بودند صحبتی بود تقی می گفت آقایون شما حرف منو قبول کنین کس دیگری می گفت تو حرفی نظری که ما بپذیریم خب اگه میپذیرید بزنم اگه نمیپذیرید چرا خودم رو کنف کنم بابا ما چه میدونیم تا چی میخوای بگی ما کف دستمون رو بوی کردیم چند نفر از کارگران از این گفته به خنده افتادند یک نفر گفت تقی تو فقط هر روز هشت ساعت کار میکنی صبح میای دو بازار میری و کسر خرجت هم از شغل دیگری که داری در میاری راست میگه تقی تو آدم یالغوزی هستی یه ماش به شکمت میزنی یا اگه یک نوم کمتر بخوری غمی نداری تو از کجا میدونی درد ما کارگری که هر کدوم ده سر آیله داریم و دوازده ست کار چیه؟ بابا بذارید حرفشو بزنه ما باید بدونیم هر کسی چه نظری داره ما باید یه راه حلی برای این کار پیدا کنیم خب تقی کاسب بگو چی میخوای بگی اما تقی که شده بود سکوت کرد گفت و من میگی نمیفهمی پس دیگه چه حرفی دارم بزنم وقت که نمیفهمم دلم میخواست نزدیک او بودم و میدیدم که موقع بیان این مطلب چه قیافه ای داشت یکی از آن میان گفت نصرت تقصیر تو بود که دماغش کردی دیگری افسود هر کس به دیگری بگه نفهم خودش نفهمه آقایون این بگو مگو رو کنار بذارید هر کوری به کار خودش بیناست از بچه ده ساله تا بیرمرد شست ساله ما همه میدونیم چی میگیم و چی میخوایم حرف ما بیشتر از یک کلمه نیست اضافه شدن مزدا ولی موضوع اینه که گوینده این کلمه حرفش را نتمام گذاشتی را در همین موقع دربان کارخانه شتابان و با حرکاتی آمیخته به ادب مشغول گشودن در بزرگ برای ورود صاحب کارخانه بود که با اتومبیل سر رسیده بود اتومبیل پاکارد آبی رنگ او به تعنی وارد شد آقای روزبهانی خودش پشت فرمان بود بدون علی آقا راننده اش از قیافه یک گرفته و مشغول و همچنین طرز پیاده شدنش که تند به طرف ما آمد حس کردیم قضیه را به او خبر داده بودند شلوار کتان سفید بتن داشت بدون کراوات و یقه پیراهنش را مثل جوانان شیکپوش روی کت برگردانده بود سایر کارمندان دفتری آفتابدارها همه بیرون به تماشا آمده بودند یکی از کارگران با آن کسی که حرف میزد ولی با رسیدن صاحب کارخانه خاموش شده بود گفت چرا ناتخت کور شد موضوع اینه که چی ما داشتیم به حرف تو گوش میکردیم موضوع اینه که همه ما یه هدف واحد داریم ولی ممکنه بر رسیدن به این هدف واحد اتحاد لازم نداشته باشیم اینجا ناگزیرم خودم برای خودم پارازیت بیاندازم و جهت توضیح بیشتر و رفع هر گونه بدفهمی بگویم که این جمله ها و کلماتی که من حالا میگویم این آن چیزهایی نیست که آن زمان ما به زبان می ما همینها را میگفتیم منتها با الفاظی گنگ و غلط گلود گاهی هم با نوعی اشارات حسی شبیه لالبازی که البته برای خودمان قابل فهم بود بعدها بود که به تدریج طرز درست حرف زدن را یاد گرفتیم وقتی که گوینده آن مطلب را بیان کرد و گفت که ما برای رسیدن به هدف واحد اتحاد لازم را نداریم یک نفر صدای اعتراضش بلند شد نه آقا شما شکر میخوری خیلی هم با هم اتحاد داریم دوباره هم همه گرفت داریم نداریم یکی از کارگران که به هیجان آمده بود در حالی که رگهای یک گردنش ایستاده و خون به صورت و چشمهایش دویده بود با قوت تمام از بیخ گلو فریاد زد زنده باد اتحاد کارگران راننده ی آقای روزبهانی سوار جیپی که باز مال صاحب کارخانه یا شاید جزء اول خود کارخانه بود رسید او هم حرکاتش مثل کسی بود که گویی برای خاموش کردن آتش سر رسیده بود ولی وضع آرامی به خود گرفت و آمد کنار سایر کارمندان دفتری ایستاد صاحب کارخانه که حرفا و این فریاد بلند زنده را شنیده است پنداری حالا منتظر است تا مرد بادش را هم بشنود دستهایش را زیر بغلش گرفته است و چیزی نمیگوید روی پنجه های پا بلند و کوتاه می شود و میکوشد که خود را خون سرد و دریا دل نشان دهد عینکش را جابجا جا می کند. لبش را زیر دندان گاز می گیرد نفسش را فرو می دهد و بر آبرد و سرانجام با حالتی رنجیده به سخن در می آید. آیون موضوع چیه؟ چرا بیرون سالن اجتماع کردید؟ مگه پول امروز سکه معاویه داره کن را نمی گیرید؟ من تصادفی از اینجا رد می شدم. گفتم بیام سری بزنم بیاد حقوقاتون رو بگیرید من خودم هم هستم میدونید کجا رفته بودم به اداره قند و شکر منو برای کپون قند و شکر شما خواسته بودم تمام کپون ها رو زیاد خواهم کرد اینم مجده یه که برای شما دارم او یک کلمه میگفت و یک کلمه برنگشت و به حالتی پیروز مندانه و در این حال نامطمئن به مدیر و سایر کارمندان دفتری نگاه میکرد و آنها تبسم به لب سرهای خود را به نشانه تشکر یا تملق فرود می آوردن. آقای روزبهانی صدای خفه و کوتاهی داشت که جز چند نفر از افراد صف یا صفهای جلو حرفش را نمی شنیدم. یا اگر می شنیدم درست نمی فهمیدم. میان آنها جنب و جوشی دیده نشد که بخوان جلوتر بیایند یا صفها را فشرده کنند. یکی از سرکارها که کنار حوزی ایستاده بود گفته های ناطق را برای آنکه همه بشنوند بلندتر تکرار کرد کسی از آن عقب با صدای نازکی گفت آقا شما به ما خیلی محبت دارید شما خوب و مهربونید ولی ما این حقوق نمی‌خوایم. نمیخوایم صدا صدای رزوان همکار هم اسم من بود که توی کارخانه در هر کار به احتیاط و محافظ کاری معروف بود هشت بچه قدونیم قد و نیم قد داشت همه هم دختر به قول مادرم به هوای آقاچی خانه را پر کرده بود از بیبیچی آقای روزبانی اگر از میان تمام کارگران نسبت به کسی علاقه یا محبت یا احساسات دوستانی مخصوصی داشت همین رزوان بود گفت رزوان شما دیگه چرا باید این حرفو بزنید اگر یه بچه یا یه کارگر تازه اومده بود این حرفو میزد میگفتم نادان و از روی باد شکم یه چیزی میگه من یقین دارم که اینطور جاها آدم عاقلی مثل شما یک حرفی که میزنه خوب تحتوش و میسنجه یعنی باید بسنجه کلاه خودتون قاضی کنید و ببینید آیا واقعا حقوق شما کمه کسانی هستن که با حقوق خیلی کمتر از این کارهای سختی میکنند نمیگم توی دهات توی همین شهر توی دهات اصلا کار ارزشی نداره جون آدمیزاد به سنگ ترازو گذاشته میشه اونم خریدار نداره چون که کارگر مثل ریگ همه جا ریخته نون میخورن و کار میکنن رزوان با فروتنی و شاید کمی ترسی و یا پشیمانی جواب داد اینجا هم همینطوره آقا ما هم نونی که میخوریم و کاری که میکنیم نون بخور نمیر آقای روزبهانی گفت پس برید شکر کنید که باز این نون هست شکر نعمت کردن بد چیزی نیست توی صفره های قلمکار که کار سنتی شهر و در خونه هر ایرانی مسلمونی هست دیدید چه قلم زدن خدا از بنده شاکر راضیه یکی از کارگران که زیر تأثیر لحن ملایم صاحب کارخانه و محبت های زبانی او قرار گرفته بود گفت آقا با بنده ناشکت نیستیم خدا شما را از ما نگیره خب پس برید توی سالن سر کارهاتون من از شما میخوام که ایجاد ناراحتی نکنید شما امروز باید حقوق بگیرید و به خونه برید فردا جمعه و روز استراحت شماست اگه شما حقوق نگیرید و دست خالی پیش بچه برید مسلما روز جمعه خودتون رو خراب میکنید اون وقت منم که در حکم پدر یا برادر بزرگ شما هستم البته علی قوزی رو نمیگم که جای نوشت رو دارم از این اشاره خارجی از موضوع همه خندیدن اوقاتم تلخ میشه من هم مثل شما و شاید بیشتر از شما ناراحت و دلچرکید میشم باور کنید اینطوره میگم کارگرانم امروز میخوان برن بازار برای خرید هفته ولی پول ندارند یک نفر میان کلام او دوید نه آقا اینطور نگید بگید اونا به بقال و قصاب و سبزی فروش عوض نسیایی که گرفتن بدهکارن که بعد بپردازن اگه نپردازن به اونا جنس نمیدن آقای روزبانی گفت من شنیده بودم که بعضی از شماها احتیاجات خود را از راه نسیه تهیه کنید معنی این رو نمیفهمم اون کسی که نسیه میگیره مگر هفته یا پانزدهی بعد نباید اول پول نسیهش رو بپردازه پس لط این کار در چیه یک نفر به من توضیح بده او وضع راحتی پیدا کرده بود عینکش را برداشت و دست روی چشمانش کشید که ظاهرا از نگاه کردن به دور خسته شده بود کسی گفت لطفش اینه که به ما کم میدن جنس بد و آشغال میدم دولا پهنام حساب میکنن و ما چون نسی از جی کمون در نمیاد و تازه کفش یارو نسی دهنده رو هم پاک میکنیم که به ما رحم کرده و سرمایش رو به خطر انداخته ما اونو نجات دهنده خود و زن و بچه خودمون حساب میکنیم و چشم ممکور باید منتشو بکشیم آقای روزبهانی گفت به عبارت دیگه شما هم چوب رو میخورید هم پیاز رو و هم صد تومن پول را میدید میفهمم که چه وضعی دارید ولی گمان نمی کنم همه توی این گرفتاری باشن خب خب هم همه نکنید دستور میدم بعد از یک بررسی فوری به هر کس مساعده ای داده بشه به شرط اون که برای همیشه دور نسی گرفتن از بقال و چقال و خط بکشید او در این موقع دم بدن به مدیر کارخانه که مثل یک تیکه چوب خشک و بی حرکتی ایستاده دستها را به پشت گرفته و سرش را بالا نگه داشته بود نگاه می کرد. گوی شک داشت که راه حل پیشنهادیش عملی است و مدیر کارخانه با آن موافق است. آقا خدا به شما طول عمر بده. خدا بچه شما رو ببخشه. این صداها ها چپ و رست از میان جمعیت به گوش می رسید. آقای روزبانی گفت پس اگه این طوری بیت حقوقای خودتون بگیرید من از سر تقصیر شما میگذرم که ماشینا رو ترک کردید محمد علی کو کجاست این محمد علی دربان بله آقا من اینجا هستم آیا توی سالن کسی هست یا اینکه همه بیرون اومدن نه آقا خیلی تو سالن هستن ماشینا کار میکنن در این موقع ماولی با من و یکی دو نفر دیگر از کارگران که جلوتر از همه ایستاده بودیم با اشاره چشم و ابرو وارد صحبت شده بود وضع آشتی آمیزی به خود گرفته بود و چاپلوسانه از ما میخواست که برویم ها را امضا کنیم اما ما دو دل بودیم نمی توانستیم به اصطلاح جوجه سر نقشینه باشیم و سر خود کاری کنیم که برخلاف میل و اراده جمعی رفقا باشد همکنون آفتاب داغ ظهر ما را کلافه کرده بود هر کس روی سایه خودش ایستاده بود و پا به پا می کرد که زودتر از این مکان دور بشود و به سالن که سایه بود برود آقای روزبهانی ظاهرم با آنچه بین ما و حساب دارش میگذشت که همه از یک سو اصرار بود و از سوی دیگر انکار توجه داشت با لحن جدی تر به گفتهایش ادامه داد فراموش نکنید که شما یکی یکی اومدید اینجا استخدام شدید او اشاره به طرف در کارخانه کرد قراردادی دادی که بین شما و کارخانه یه یک قرارداد انفرادی نه دست جمعی یعنی یکی یکی با هر کدوم شما اگر کسی مایل نباشه اینجا کار کنه خوب سرش سلامت این حق اونه بنده زر خرید نیست امروز هیچ کس بنده زر خرید کسی نیست همه آقای خود و بنده خودند امروز هیچ کس نمیتونه کسی رو مجبور کنه که برای اون کار کنه ولی میاد میگه من دیگه مایل نیستم اینجا کار کنم دلیل اون رو اگر خواست میگه اگر نخواست میگه کارت کارش رو که در حقیقت در حکم همون قرار داد بین کارخونه و اونه پس میده و خیلی محترمانه میره به راه خودش مگه آقای سیاد ببینم که گویا میخوایی حرفی بزنی یا سؤالی بکنی بله قربان ارزی دارم اگر از طرف خود شماست بفرمایید شما فرمایش میکنید منم گوش میدم ولی به شرطی که فقط از طرف خود شما باشه من از طرف خودم حرف میزنم ولی به دیگرانم مربوط میشه زیرا همه مثل هم کارگریم شما میفرمایید کات کار یعنی قرارداد بین کارخانه و کارگر بله همینطوره قرار قراردادی که دولت هم ناظر اونه ببینید روی کارت شما چی نوشته اداره کار استان خب اداره کار استان یعنی دولت در کارت کار شما مزد شما شغل شما ساعت کار شما نوشته شده و هیچ مطلب ناروشنی بین شما و کارخونه نیست مزد برای ۸ ساعت کار نوشته شده ولی ما اینجا دوازده ساعت کار میکنیم برای چهار ساعت اضافیش به شما اضافه کار داده میشه مگه اینطور نیست چرا همینطوره ولی اضافه کار در هر جای دنیا به اختیار خود کارگره که اگه نیروش رو داشت میکنه اگه نداشت نمیکنه نه اینکه اون رو به اجبار بادرن سر کار بیاد و اگه نیاد اخراجه آقای روزبانی اینجا درمان که جواب گوینده را چه بدهد در سازیر بغل چند قدم طول و عرض ایوان را که در حقیقت نیم دایره ای بود و طول و عرضش یکی بود تی کرد زیر چشمی نگاهش به مدیر بود بلکه او به سخن درآید و از مخمسه بیرونش بیاورد اما مدیر هم درمانده بود دوباره سر جای خودش مقابل ما برگشت روی پنجه هایش چنان که عادت او بود بلند شد کوتاه شد آنگاه گفت خب آقای سیاد ما اینجا مؤسسه و تشکیلاتی داریم که برای خودش برنامه داره به سر مؤسسه و تشکیلات دیگه دو نوبت کار داریم و هر کدوم دوازده ساعت و مزد این دوازده ساعت رو میدیم من نمیفهمم حرف شما چیه این برنامه که در تمام کارخانه های نساجی اسفان اجرا میشه و اداره کار استان هم خبر داره یعنی اینکه اون رو تصویب کرده اگه میسر بود که عوض دو نوبت در 24 ساعت ما سه نوبت بگذاریم مسلما این کارو میکردیم در این صورت شاید برای کارگر راحت بود البته فقط از نظر کم بودن ساعت کار ولی بدیهیه که اون وقت مزد اون هم مزد همون هشت ساعت کار بود ولی نمیشه که هم خدا رو خواست و هم خورما رو کارخونه های این روش رو بررسی کردند او توی یقه کتش خنده خشکی کرد متاسفانه در حال حاضر اجرای اون هیچ کجا میسر نیست آقای سیاد که حالا به گفتر خود مسلطتر شده بود چنانکه پندری در حال یک مذاکره جدی با کارفرماست به عنوان پیشنهادی تازه که احتمال تصویبش دور نبود دوباره گفت از شما لعقل 400 اضافه کاری بعدی رو به ما مزد بیشتری بدید چون این 400 براسی برای کارگر رنجاوره زنه که بچه شیری داره چطور میتونه 12 ساعت شب رو پشت دستگاه کار کنه اونم به حالت ایستاده بدون یک دقیقه استراحت و تازه این زن روز هم باید به بچه دیگرش رو به کارهای زندگی خودش برسه اگر کسی از در کارخانه رد می شد و از سوراخ یا درز باریکی در اون را تماشا میکرد. میدید که در این موقع سرهای ما کارگران بدون استثنا روی سینه ها, ها من فرو افتاده و نوک کفش را نگاه می کردیم شرم و شک و درماندگی این بود آتش بی امانی که به جان ما شعله میزد. زد از صفهای عقب صدای گریه آرام زنها به گوش می رسید سیاد شاید میخواست از کار بچه ها هم حرف بزند ولی اشک راه نفس او را گرفته بود کارفرما که گویی اصلا این شور و قلق و قلیان احساسات را ندیده بود گفت به شما گفته بودم از طرف خود حرف بزنی ولی جواب شما رو میدم چهار ساعت اضافه کار بیشتر از آنچه به نفع کارخونه باشه به نفع شماست میدونیم به چه علت جوابش رو هر یک از شما خوب میدونید اون بچه‌ی 12 ساله‌ی پشت رینگ یا زنی که در فاگ ماشین کار می‌کنه خوب دلیرش رو می‌دونه. اون زن در 8 ساعت اول 60 یا برای سراز بودن حساب بگیم 56 بوبین خالی می‌کنه. آقای نورایی آهسته اشتباه او را تصحیح کرد. کل می‌کنه. 56 بوبین رو که به طور متوسط میشه ساعتی 7 تا در 4 ساعت بعدی روی همین حساب باید 28 تا خالی کنه. دوباره آقای نورایی اشتباه او را تصحیح کرد پر میکنه ولی آقای روزبانی متوجه نبود گفت اما چنین نیست در چهار ساعت بعدی اون خیلی که زرنگ باشه بیستا چی بله پر میکنه بیستا پر میکنه هم همه میان کارگران خب چی شد؟ آیا من اشتباه میکنم؟ بله آقا اشتباه میکنی ناظر کارخونه کارکرد ما رو در نظر میگیره و روی کارکرد ما مزد میده کار ما توی کارنامه ما نوشته میشه حتی یک بوبین کم یا زیاد نمیشه آقای روزبانی فورا گفت بله درسته ولی توجه داشته باشید که این نه اساس کار ماست نه یک روش کلی اگر ناظر کارخونه یا سرپرست قسمت ها این شیوه رو رعایت نکنن اون وقت ما از کجا بفهمیم کی کار میکنه کی کار نمیکنه مگر غیر از اینه اون وقت میباید اون کسی که کار میکنه و اون کسی که کار نمیکنه مساوی مزد بگیرن و این عدالت نیست ما به سالن برگشتیم در حالی که نمیدانستیم واقعا چه چاره داشتیم آیا در مقابل وضع پیش آمده از حرف خود برگردیم و برویم حقوقهایمان را بگیریم یا روی تصمیم خود بیستیم و پایداری نشان دهیم آمدن آقای روزبهانی کارفرما و آن حرفهای نرم اولش هیچ قاطقی برای نان ما نشده بود بعد همین که او با هر کلمه از گفتارش میگفت که باید با همان وضعی که داریم بسازیم و ابدا اعتراض و شکایتی نداشته باشیم و اگر چنانچه آن مزد را هم نمیخواهیم هر ساعت اراده کنیم آزادیم میتوانیم کارت کارمان را تحویل بدهیم و قدممان سر جعده به راه خود برویم ما را به خیر و او را به سلامت خیلی دلم میخواست بروم موتورخانه ببینم عقیده و عکسالعمل محمد داماد ما نسبت به این پیش آمد چیست؟ ولی یادم آمد که او آن روز اصلا در کارخانه نبود. شب کار بود و شب هم زودتر از ساعت هشت سر کار پیدایش نمی شد. ظاهرا طرز استدلال صاحب کارخانه ما را خل و سلاح کرده بود. بعد از اون که آخرین فرد کارگران از حیات به سالن برگشتند، آقای روزبهانی همراه مدیر کارخانه و ناظر و سرپرست ها قدم به سالن گذاشتند اینها به ترتیب مقام و سمتی که داشتند پشت سر صاحب کارخانه قدم بر داشتند وقتی که هنوز وارد نشده بودند محمد علی دربان شتاب زده دوید و خورد ریزه های پنبه و گونی پاره هایی را که در آخرین لحظه ها دوربر ماشین ها ریخته شده بود جمع کرد بعضی از کارگرها کت های خود را کنده و این ور آنور گذاشته بودند آنها را برداشت برد توی رخت انداخت در این خصوص باید گفت با اینکه هوا وسط روز از گرما غیر قابل تحمل می شد صبحها موقع آمدن به کارخانه سرد بود و کارگران اغلب کت می پوشیدند نکته دیگر این که وقتی می گویم سالن منظورم سالن رینگ است که جلوتر از همه بود و با سالنای دیگر ارتباط داشت کارگران به خصوص قسمت رینگ که همه بچه بودند وقت بیرون رفتن از سالن بعضا دستگاه را با پایین زدن سویچ خوابانده بودند. حالا که توی سالن آمدند شتابی نداشتند آنها را دوباره به راه اندازند. دست دست می کردند و بی هدف یا شاید با حالت این نیمه قهرالود با نخ و پنبه و ماسوره ور می رفتند. آنها که ملاحظه کارتر بودند خودشان را نیمه جدی به پاک کردن ماشین ها مشغول کرده بودند از دوازده ماشین رنگ شش یا نمیدانم هفت تای آن خوابیده بود آی روزبانی از کنار ماشین ها رد می شد آرام چنانکه گویی روی گرد نعنا قدم بر می داشت. خاموش و تیر خورده چنانکه که گویی به او اهانت بزرگی شده است چنانکه که عادت او بود یک دستش را زیر بغل و دست دیگر را روی لبش گرفته بود مثل اینکه می ترسید سیبیلش را باد ببرد حسین ناظر مداد و قلم دستش بود هر ماشینی خوابیده بود شماره اش را یادداشت می کرد روی ماشین دو کارگری بود که سابقه زیادی نداشت تازه شش ماهی میشد آمده بود و قبل از آن چنانکه که خودش می گفت هر چند وقت جایی کار کرده بود کوتاه بود و چهارشانه و غیرتی که تا سوت پایان کار کشیده میشد یک دقیقه هم معطل نمیکرد چه عوض آمده بود چه نیامده بود ماشین را رها میکرد لباسهایش را تند میپوشید و در یک چشم به هم زدم از در کارخانه بیرون میرفت چون پاهایش کوتاهتر از اش بود موقع راه رفتن مثل این بود که روی زمین می لغزید یا می غلطید این پشکل هایی که توی بیابان جلو باد یا به وسیله هشره ای می غلطند و می روند. به همین علت بچه ها به او گاوزولک میگفتند که نام همان هشره ای توی بیابان است. به هر حال همین که گروه مسئولین از جلو ماشین دور شد حسین آقا شماره را یادداشت کرد. گازلیک به صدای بلند و زمختی گفت حالا میخوای دارمون بزنید اخراجمون میکنن به یه ورش آقای روزبهانی شنید قسم میخورم که میخواست نشنیده بگیرد و بگذرد ولی کلمه آخر این گفته فحش مستقیمی به خود او ماشین سه و چهار را رد شد ولی به پنج نرسیده ایستاد از روی شانه سرش را برگرداند و از زیر عینک خیره خیره قد و بالای گوینده را برانداز کرد هیچ ما انتظار نداشتیم گاوزلو گفت لباس به تنم میدوزی که زیر و بالا با اندازه میگیری ما چهار نفر این که پشت ماشین کار میکنیم ولی من سوییشو پایین زدم و اون را خوابوندم حالا میخوای چی کارم کنی آقای روزبهانی تمام خونی که در بدن داشت به صورتش دویده بود اما بر خود مسلط شد و گفت تو اخراجی از همین حالا میتونم به جرم اخلال و آشوب بدم دست شهربانی تا بری دو سه سال آبخونک بخوری اما میبینم که آدم بدبختی هستی و بهترین سزاد همون بیکاریه که بری دزدی بکنی و ده سال گوشه زندون بیافتی برو گور تو آم کن آقای نورایی فوراً حقوقشو بپردازید حسابشو تصویه کنید و در کارخونه رو نشونش بدید همانطور که صاحب کارخانه صحبت می کرده که نام اصلیش از شیر مراد بود برای آنکه بی خود را نشان بدهد با وضع توهی نامیزی یکوری ایستاده بود و لحظه به لحظه هم یکوری تر می شد کارت کارش را از جیب شلوارش بیرون آورد جلوی پای روزبهانی انداخت و در حالی که برای برداشتن کتش به سوی رختکن می رفت گفت آن حقوقم به تو بخشیدم که محتاج تاری. ای میخواستم دوزی بکنم نمی اینجا کار او رفت و بازدید صاحب کارخانه هم که ظاهرا قصد داشت همه ی سالون ها را بگردد به همینجا خاتمه یافت بدون شک ترسید که اگر جلوتر میرفت یحتمل با وضع صد درجه بدتری روبرو میشد اگر در وضعیت عادی و همیشگی بود که بین کارگر و کارفرما چنین برخورد تندی پیش آمده بود کافی بود کارفرمان نهیبی بزند اشارهی بکند و سرکارها یا حتی خود کارگران با مشت و لگد و پس کردنی بیچاره را از در کارخانه برانند و تا یک میدان آن طرفتر دور کنند اما اینک به کلی وضع از قرار دیگری بود بعد از بیرون رفتن روزبهانی و گروه مشایعینش ما به کارمان مشغول می شویم ولی چه مشغول شدنی که همه بهت زده و خاموشیم و حرفی نداریم که با هم بزنیم شاید از آن چه پیش آمده پشیمانیم ولی زمنا می بینیم که کاملا برانگیخته شده و مایلیم هر طور هست این درگیری را تا یک نتیجه قطعی ادامه دهیم آقای روزبهانی و مدیر کارخانه آن روز تا سا ساعت سه بعد از ظهر در کارخانه ماندند ولی از کارگران کسی برای گرفتن حقوق مراجعه نکرد. ساعت سه که شد ماولی پولها و کاغذ ماقصایش را در گاو صندوق گذاشت و پشت سر رؤسای خود که با ماشین از کارخانه بیرون می رفتند را سوار شد و رفت. ولی علی با جیپ سرفرماندهی همچنان تا ساعت شش در کارخانه مانده. شاید برای اینکه اگر در اثر شلوغ و بلوای کارگران وضع تازه پیش آمد پودن برود و اربابش را خبر کند ساعت شش بعد از پایان کار من و مادرم با هم از کارخانه بیرون آمدیم هر دو مایل بودیم عقیده همدیگر را در خصوص وضعی که پیش آمده بود بدانیم جعفر قبلا با نقمه رفته بود صبر کردم تا رسید شانه به شانه با هم راه افتادیم. چهار پنج سال پیش که تازه به اسفان آمده بودیم وقتی که با هم راه می رفتیم من تا شانه او بودم. حالا او تا شانه من است. همانطور که راه می رویم، مثل حالتی که خواسته باشم دست به گردنش بیندازم از پشت بازوی لاغرش را می گیرم. توی صورتش نگاه می کنم و با نوعی خوشحالی می گویم ننه حالت چطوره؟ نه خستم میبینی نمیتونم راه برم دارم میافتم توی خونم شش ترام پول دارم دوباره توی صورت او نگاه میکنم چشمهایم در چشمهایش میخندد مثل اینکه بگویم ننه چرا به من کلک میزنی میدونم که بازم پول داری خودم دیدم کجا قایمش کردی فورا میگوید خب شاید ده دوازده تومانی به خودم راه میبرم که بر روز مبادا نگه داشتم آدم نباید این قضیه بی فکر باشه. از این گذشته. امشب باید کره یه اتاقو بدم. سه روز از برج میگذره. خیالم آسوده می شود. من خودم مقداری پول داشتم که همون وقت همراه هم بود. اما فکر میکردم نکند در گردش روز بعد که خیال زینبی رفتن داشتیم یک وقت خرجهای نالازمی پیش بیاید. با این وصف به مادرم گفتم صحبت از پول نکن که بعد از این میخوایم بی پول زندگی کنیم مگه نمیشه مادرم به راحتی جواب میدهد نه که نمیشه چطور میشه بی پول زندگی کرد جواب شکم رو چی میدی ما حق نداشتیم امروز این علم شنگر رو توی کارخونه را بندسیم و کارفرما رو ناراحت بکنیم به یاد بیار اگر اون روزی که یک دست به پس و یک دست به پیشمون گرفته بودیم و از تیرون به اصفهان اومدیم اینا به ما جواب نه میگفتند و بیکار میموندیم چه میکردیم؟ به کی پناه میبردیم؟ آدم چرا باید حق ناشناس و فراموشکار کار باشه؟ توی حرف او دویدم و گفتم نه نه پس تو منکر وجود خدایی ما به خدا توکل کرده بودیم درسته و خدا هم به دل ما انداخت که به این کارخونه بیایم. ولی این دلیل نمیشه که مثل اسب اصداری 24 ساعت شبان روز دور خودمون بگردیم و همیشه هم سر جای اولمون باشیم در این چند ساله که دوتایی داریم جون میکنیم بگو آیا یک شایی پسنداز کردیم آیا آدم همیشه نیرو داره و کار میکنه کارگر چون نامش کارگر شده یه فرشی لازم نداره که زیرش بیاندازه و همه اینا من قبول نمیکنم که این کارا درست باشه زندگی ما سخته ولی هر طور است مثلا همین کپن قند و شکر رو بگیر ما دو شناسنامه اضافه به کارخانه دادیم که صاحبی بر اونو وجود نداره صاحب اون برادر و پدر تو از سنگ زیر هزار من خاک خوابیدن به ما از بابت این دوتا هم قند و شکر میدن خب ننه این چه دخلی به مطلب داره میخوای بگی ما به حق خودمون قانع نیستیم میخوام بگم که هیچ کسی این دنیا به حق خودش قانع نیست دیدم بحث و جدل کردن با مادرم آن هم در یک چنان وقت نامناسبی که هر دو خسته بودیم و احتیاج به استراحت داشتیم بیفایده است او به طور کلی طرز دیگری فکر می کرد نسبت به ما مردها از زندگی و کار برداشت دیگری داشت موضوع صحبت را عوض کردم و گفتم نه نه حالا کاریه که گذشته و ما هم به روز شنبه حقوق خودمون رو میگیریم و موضوع فراموش میشه و میره پی کارش او جسورتر شد گفت من دلم میخواد روز شنبه اول از همه تو بری دفتر و حقوقت رو بگیری چون که امروز اول دفعه تو بودی که با ماولی یکی بدو کردی و از گرفتن حقوق سر باز زدی این رو هر کس از کارگرای کارخونه میدونه او را نگاه کردم و ندانستم که چه بگویم نزدیک خانه خودمان رسیده ایم با اینکه خسته هستم میبینم میل ندارم از حال بروم و خودم را زندانی سایه ها و تاریکی ها یه شب بکنم دلم میخواهد رفیقی باشد و بنشینم و با او گپ بزنم از پشت سر صدای پایی میشنوم که تند میآید تا به ما برسد حبیب است حبیب بارباره که در همان کوچه ما منزل دارد چون فک بزرگ و سنگینی دارد به او آرواره ای میگویند در این چند ساله تا به حال چند بار از این خانه جایش را عوض کرده و دوباره به همانجا برگشته است. حتی یک بار دو سه ماهی به اتاقهای ساختمان فاطمه خانم که ما بودیم آمد. در این نوبت روزکار بیشتر صبحها را برای غذای حاجت به مستراهای ما می آید که گفتم شکل عمومی دارد. همسایه ای برای آنها پیدا شده که صبح ساعت پنج به مستراح می رود هفت بیرون می آید. حبیب مردی است چهل ساله. سیاه سوخته و خشکیده. با گونه های تو رفته. خیلی شبیه حیدر به سرموی ننجون که در کرمانشاه بود. جز اینکه آروارش بزرگ است که از پشت گردن می شود دید. پدرش بیمار است. شکمش آب آورده است. روزها همیشه او را می بینم که می آید توی تکیه سیچون. با آن شکم برامده اش که گاهی عمدن پیراهنش را نیز از روی آن کنار میزند، یک گوشه می نشیند و تا وقت شب همانجا می ماند. حبیب یک آلمند حسابی است. هفت بچه دارد. زنش هم زیاد سالم نیست. مادرم از حال او بهتر خبر داشت تا من. همیشه مریض بود. بدون اینکه که درد معینی داشته باشد. تا بویی می شنید پس می افتاد. پستانش ورم میکرد اما البته اگر بوی غذایی بود که خودش میپخت طوریش نمیشد به بوی غذای دیگران حساس بود وقتی که بچه شیر میداد و سهمی حالا اگر خودش بو میشنید بچهش هم بیمار میشد درست مثل وقتی که زن خسته است و بچه شیری هم دارد اگر زن در حالت خستگی بچهش را شیر بدهد بچه اسهالی می شود بیچاره زن حبیب پوستی بود بر استخانی از نیمه بهار که سنجد گل می کرد و بویش در و دشت را می گرفت مریض احوال و به قول مادرم نچاق بود بو که می شنید چون بچهش هم بیمار می شد می بچهت بویی شده است لاغر می شد و زرد و اسحالی بی اشتها و بهانه گیر مادرم چند بار رفته بود با دواهای علفی برای او تبابتهایی کرده بود. حبیب به قول خودش روزش با این زن همیشه بیمار سیاه بود. اما ناراحتی عمده ترش این روزها چیز دیگری بود. به او خبر داده بودند که پدرش توی تکیه پنهان و آشکار از مردم گدایی می کند. یعنی اگر گذرنده ای دلش به حال آن شکم برامدهش بسوزد و خم شود پولی توی دست او بگذارد پیرمرد آن را رد نمی کند. حبیب ناراحت بود و چون پدرش از بیخ منکر موضوع شده بود منتظر بود تا خودش مچش را بگیرد. در آن صورت نمیدانستم که چه کارش می کرد. شاید هیچ کارش نمیکرد، و او بدتر جری می آن وقت گدایی دوزدکیش رسمی میشد. به هر حال حبیب به من نزدیک می شود هر دو استیم. اول مبلغی میخندد. درست شبیه پسر در. خنده او به پیسیست که بچه ها و به خصوص گاوزولک بر سر صاحب کارخانه در آوردند. او میخندد و من هم میخندم. بدون یک کلمه حرف. ولی هر دو خوب میدانیم که در دلمان چه میگذرد. هر دو خوب میدانیم که از کار خود چندان همرازی نیستیم زیرا که پایان آن برای ما ناروشن است. از کنارم میگذرد که زودتر برود خانه زیرا گفتم او عائل مند است و در خانه هزار گرفتاری دارد با همان حالت شوخی که هنوز سوی صورتش هست لبهایش جمع می شود و انگشتهایش را به هم می مالد هلمول داری؟ سخت غافل گیر شدم کیفم را از بغلم در می آورم کجوکله می ایستم آبدهانم را قورت می دهم و میگویم. هرچی داریم نصف میکنیم سه تومان توی کیفم هست یک اسکناس قرمز رنگ دو تومانی و دو تا پنج ریالی با نوک انگشت پنج ریالی ها را میگیرد و بر می با همان خنده میگوید دو تا من یکی تو این بهترین تقسیمه میگویم یک اسکناس نصفه یه تومانی هم دارم در حالی که رد می شود به شوخی میگوید پنج قرون میخرم. بر خودم یه تو من تموم شده اونو به من رد کردم تو هم به دیگری ردش کن همین خیالو دارم چند قدمی رفته است دوباره بر می گردد. دست توی پشتم می زند و آهسته با صفای مخصوصی میگوید ما موفق می شیم. در چی حبیب؟ گرفتن حقوق؟ نه اعتصاب صحبت از اینه که اعتصاب بکنیم بچه های پست شب که خبر شده و با اومده بودن این عقیده رو داشتن خیلی افسوس میخوردن افسوس چی؟ افسوس اینکه چرا اونا امروز نبودن مادرم میگوید نه اعتصاب متصاب بیفاید است هممون بیرون میریزن و یه عده دیگه میارن مثل برگای زرد درخت جارو بمون میکنن تلاش بی نتیجه است صد گنجشک با زاغوزیقش یک منه حبیب خوشکش برده است شانه هایش را بالا می اندازد. جنگ یه سرش پیروزیه یه سر شکست. میگویم؟ اگر اگر مون کردن من از همین حالا شغلمو در نظر گرفتم. چیه به من میگی یه جز اسراره؟ اسکناس نصفه را نشان می دهم. آه فهمیدم شغل بدی نیست. اسکناس نصفه می خریم. و سرش را خم می کند و از در کوتاه خانشان به درون می روید.